با سلام و درود دیگه خدمت هم و همراهان کانال ایران با چند خبر مهم دیگه خدمتتون رسیدیم که توجه شما رو به این خبرها جلب میکنیم در ابتدای بسته خبری امروز خبری داریم از حمله نظامی دیگری به پادگان هیدر کرار در تهران که موج انفجار اون صبح امروز مردم پایتخت رو به خیابانها کشید در ادامه به خبری خواهیم پرداخت از ادعای وزیر اطلاعات که بیهجابی رو مثل همیشه نسبت داده به آمریکا و در مقابل اون کاربرانی که گشت ارشاد رو به داعش تشبیه کردن در بخش دوم خبر به ویدیویی خواهیم پرداخت از عشق و پسر سفیر رژیم با بازیگران فیلم های غیر اخلاقی و در انتهای این بخش خبری به دو خبر از اعتراف جنجالی دو مقام بلند پایه رژیم مبنی بر نزدیک بودن پایان عمر رژیم و قطعیت سقوط جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت تا انتها با ما همراه باشید قبل از شنیدن این بخش از اخبار حتما کانال ما رو سابسکرایب کنیم و زنگوله رو بزنیم شنیده شدن صدای مهیب سه انفجار در نزدیکی پادگان حیدر کرار دماوند صدای سنفجار در نزدیکی پادگان هیدر کرار دمووند در ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه پنجم مرداد توسط ساکنان مناطق اطراف به گوش رسیده گفته می شود شدت صدای انفجار به حدی مهیب بوده که سبب وحشت ساکنان این منطقه شده بر اساس این گزارش حدود دو ساعت پس از وقوع این رویداد یک فروند هلیکوپتر که ساعت ابتدایی صبح به منطقه اومده بود به پرواز در بنابر ازارات منابع آگاه این هلیکوپتر حامل مسئولان بوده و از مبدع پارک القدیر آب سرد به مقصد تهران پرواز کرده وزیر اطلاعات ترویج بیهجابی برنامه دشمنه کاربران گشت ارشاد مانند گشت های داعشه یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نسبت به بازگشت به دوران پهلوی هشدار داد و گفت مرتجعان به دنبال ترویج ارزش‌های دوران طاغوت از جمله بیهجابی هستند همزمان وزیر اطلاعات ترویج بیهجابی را از برنامه های دشمن دونست به گزارش خبرگزاری ها در ایران احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران که روز سهشنبه چهارم مرداد در اصفهان سخن میگفت با بیان اینکه برخی به بح... جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه میخوان مانع امر به معروف و نهی از منکر بشن گفت بازگشت به دوران تاقوت خطر بزرگیه که باید مراقب بوده خطیب در برنامه‌ای به میزبانی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ترویج بیهجابی رو از برنامه های دشمن با هدف جدا کردن جامعه از ارزش‌های قرآن دونست. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران 22 تیر ماه در واکنش به موج گسترده ی حمایت از کارزار عمومی هجاب بی هجاب در ایران مدعی شده که بعضی از این موارد اصلا مربوط به داخل نیست علی اصغر گرجی دبیر ستاد امر به معروف قوم هم گفته بود باید قلم پای هر کس که قصد تعرض به هجاب رو داره خورد کرد در همین ارتباط روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره روز سهشنبه چهارم مرداد ماه خود با اعلام اینکه اخیرا کارزاری تحت عنوان من محجبم و مخالف گشت ارشادم در جامعه به راه که کمتر از 24 ساعت به کارزار مخالف هجاب اجباری هستم رسیدن که مدت شده این مطالبه ها برخلاف احکام شریعت و با قوانین فرهنگی ایرانی اصلا همخانی نداره این رسانه که وابسته به شهرداری تهرانه و با بودجه عمومی داره میشه به نقل از امیر حسین بانکی پور فرد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشته که کشف هجاب برنامجرد در فضای عمومی قانون برنامجرد شکنیه برنامجرد حقوق اجتماعی و امنیت اخلاقی جامعه رو زیر سوال میبره و خواهان برخورد دستگاه های حاکمیتی با ساختار شکنی های بسیار جدی و قانون شکنی هایی که بعد امنیتی داره شده. همزمان واکنش ها به برخورد های گشت های شرعی مربوط به حوزه پوشش زنان و پیگیری هجاب زنان در فضای مجازی هم ادامه داره. برخی کاربران شبکه های اجتماعی فعالیت گشت ارشاد جمهوری اسلامی رو با گشت های مشابه در زمان گروه اسلامگرا و تروریست داعش در سال 2014 مقایسه کردند که زنان رو با خشونت به اسارت می برخی دیگر مانند عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب هم نوشته که این رفتارها با دختران نوجوان به وضعیت ناخوشایندی منجر میشه. در ماهای اخیر در شرایطی که مخالفت با حجاب اجباری در جامعه افزایش یافته و برخورد خشن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با مخالفان هم شدت یافته کارزارهای متعدد مجازی و خیابانی هم برای بیان این مخالفت ها شکل گرفته سه شنبه 21 تیر ماه که در تقویم جمهوری اسلامی برابر بود با روز افاف و هجاب در بسیاری از مناطق ایران زنان و دختران به کارزار هجاب بی هجاب پیوستن و با از برداشتن شال و رو روسری بدون هجاب در شهرها تردد کردند که ویدیوهاشون در فضای مجازی هم فراگیر شده اشکوحال پسر سفیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران با دختران روز در مسکو با پول ملت ایران دختران روسی که با انگلزاده های جمهوری اسلامی اشکوحال میکنند مانند خانم کریستیان که ادای حجاب در میاره اما پورنستاری بیش نیست امروز این خانم و دوستاش پروپاگاندای بلاگری شدن. در حالی که بحث حجاب اجباری در بین سران رژیم افزایش پیدا کرده در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی کازم جلالی سفیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران و پسرش در کنار یک مدل یا پرنستار روس بدون حجاب مورد قبول رژیم دیده میشه اعتراف به شکست انقلاب اسلامی از زبان خودشون نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص سختگیری های اخیر در حوزه هجاب موضوعاتی که مطرح میشه یا تصاویری که از برخورد های گشت ارشاد منتشر میشه گفت به نظر من آقایانی که می و چنین دستورهایی صادر میکنند به جای اینکه به مردم فشار بیارن به خودشون فشار بیارن که چه کار کردن که بچه که ما تربیت کردیم الان که جوون شده حرف ما رو نمیپذیره. حکومتی که چهل سال دست خودشون بوده صدا و سیما مدرسه رادیو و منبرها رو چگونه تربیت کردیم که جوانان ما اینطور شدن ما میخوایم تاوان ناتوانی و سوء مدیریت خودمون رو از بچه هایی بگیریم که تو این جامعه و تو مملکتی که ما انقلاب کردیم به دنیا اومدن به گزارش ایلنا مسعود پزشکیان افزود کسانی که چنین تفکری دارن آدمهایی هستند که فقط منطق زور رو میفهمند مردم که بد نیستن هجاب که بد نیست تو چگونه منتقل کردی که اون بیزار شده از گفتن تو برن جواب این سوال رو پیدا کنن وی ادامه داد تو حوزه های دیگه مدیریت های بیرونی بد بود مدیریت مذهبی و دینی ما چرا اینطوری شده جوابش زدن و گرفتن و برخورد کردنه که بدتر جماعت رو نسبت بدین بدبین کنن هر اندازه که ما زور بگیم مردم از ما بیزارتر میشن پزشکیان در ادامه عنوان کرده به بچه که خودمون تربیتشون کردیم در مدرسه به اونا آموزش دادیم صبح و شب براشون آیه و حدیث خوندیم با همه این کارها اینطوری شدن وی خاطر نشان کرد با این کارهایی که اینا دارن انجام میدن نه تنها نتیجه مثبت نمیگیرن بلکه به صورت عکس برخی نسبت به باورها و اعتقاداتمون بدبین هم میشن حسین مرعشی روند مخرب فعلی متوقف نشه عاقبت اسفناکی در انتظارمونه حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه در مورد وضعیت کنونی رژیم اسلامی گفته جمهوری اسلامی نیاز به یک بازگشت به خودش داره نیاز به یک اصلاحات مثبت داره و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمیتونه نه رئیس جمهور نه رئیس قوه قضایی و نه رئیس قوه مقننه و نه جمعشون و نه فردشون هیچ فردی جز مقام معظم رهبری قادر نیست به داد این مملکت برسه وی در ادامه میگه هیچ تعصبی نسبت به آقای هاشمی دیگری ندارم مرحوم هاشمی در بحران ها لنگری بود و میتونست در بحران ها کمک کنه به مناسبت ایام فوت آقای حاشمی خدمت مقام معظم رهبری رسیدم عرض کردم شما از مجموع حواریون حضرت امام فقط حضرت عالی باقی موندین و نقش شما و اقدامات شما برای حفظ جمهوری اسلامی وظیفه بسیار سنگینی بر دوش شماست نقش مقام معظم رهبری بی بدیله اگه به آینده ایران و جمهوری اسلامی و عزت شخص آیت الله سید علی خامنه ای فکر میکنین باید جمع بشین و از اون بخواین که ورود کنن تا جمهوری اسلامی ریل گذاری جدیدی داشته باشه جمهوری اسلامی باید به خودش برگرده باید محدوده رقابت های سیاسی مشخص بشه باید این محدوده منجر به کارآمدی بهتر و بیشتر بشه در فرهنگ و اقتصاد باید ببینیم چه کار باید بکنیم که رشد بهتری داشته باشیم امروز باید به داد جمهوری اسلامی رهبری برسیم به والله ارزش نداره به خاطر امثال من این کشور ضربه بخوره اگه یک پروسه واقعی اصلاحی در کشور آغاز نشه و اگه این روند مخرب فعلی یعنی همون فرار سرمایه فرار تحصیل کرده ها کوچک شدن طبقه متوسط تورم سنگین نارضایتی بالا تکرار بشه و متوقف نشه وضعیت خیلی اسفناکی در انتظارمون خواهد بود در همینجا بسته خبری این ساعت رو هم به پایان میرسونیم مثل همیشه از حضور و همراهی گرمتون کمال قدردانی رو داریم تا بخش بعدی خبر شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم ایزد یار و نگهدارتون فراموش نکنید کانال ما رو سایبسکراب کنید و حتما زنگوله رو بزنید